کتاب صبوریت اثر نیما شهسواری اشرفی. همان از روزی که بیمار شدی، وقتی بیمار شدی تنها درد و رنج لانه کرده به وجودت تو را از پای در نخواهد آورد که تو به رنج نداری آشنا خواهی شد. من هم آشنا شدم. میدانی من هم درد به وجودم لانه کرد، آخر روی این تن که نیستم. اما بیماری که گریبان مرا گرفت آنقدر بیمهابا نبود که هرچه در این سالیان اندوخته بودم را از من برو باید و به بهانه زندگی کردن وقف نداری شوم. مردمان در دل آن بیمارستان به همین گونه می گفتند: بیماری تنها جانت را نمی گیرد که اندوخته جانت را نیز خواهد گرفت. میدانی این بیماری لامروت دندان به جانت میکشد. نخست دست به گریبان آنچه از جان در وجود لاجانت مانده خواهد برد و پس از آن که خیالش آرام شد که از تو چیزی نخواهد ماند، به اندوخته های جانت حمله خواهد کرد. گفتم که او برای دریدن جان آمده است. خب وقتی از جانت چیزی برای دریدن باقی نمانده، او را چه کار خواهد ماند؟ بیشک رو به تو خواهد کرد و خواهد دانست که تو در طول این سالیان با جانت چه ها کردی. بیشتر مردمان در آن بیمارستان همه با جان همه چیز را اندوخته بودند. آنان تمام عمر را به صرف جانشان مالندوزی کردند و حال که بیماری دانست از جانشان چیزی باقی نخواهد ماند، شروع به دریدن آن چه اندوخته بودن کرد تا از آن جان چیزی نماند. وقتی در بیمارستان بودم، میدانی بخشی از بدن من اضافه بود، یعنی جانم بیش از آن چه باید داشت در خود بارور کرده بود. همه به چشم مردی دارا مرا می نگریستند. برخی به من گفتند: چرا برای از میان بردن آن چه فضل توست به طبیبان رو کردی؟ کسی گفت: این هم از دارا بودن بیش از حد است. اون مشاهیر خود را از دست داده و هر که برای خود داستانی ساخت. اما آنان نمی دانستند که این فضل من چه دردهای بیکرانی در طول بودنم به من هدیه کرده است. برخی بر اندوخته هایم نظر می کردند و به من می تاختند که هرچه در این سالیان اندوخته از برکت حضور آن فضل در جانت بوده است. اما این گونه نبود و مرا تابی برای پاسخ دادن نماند. چه بگویم؟ به آنان بگویم که هر بار وقتی کار می کردم از درد آن فضله جانم به خود می لولیدم و از کار کردم باز می ایستادم. بگویم که بارها عذر مرا خواستند و بر این داشته افسون خود لعن گفتم. بگویم که آخرین درد توان مرا گرفت و به این نوانخانه راهم داد. نمیدانم به آنها چه بگویم و از این رو بود که آنان را چیزی نگفتم. آنجا در طول این سالیان اندوخته بودم از برکت سرسختیم بود و حال این فضله آمده بود تا بخشی را که مانده است از آن خود کند. بسیار دست و پا زد، در طول بودنش هر بار بهانه‌ای تراشید تا کمتر از آنچه توانم است بیندوزم و برای مبادایی چون امروز پسنداز کنم و حال به آخرین زهر خود خواست تا فزونی آن چه مانده بود را از کفم برآورد. آری موفق شد و سرآخرش توانست کاری که عهد کرده را به پیش برد. اما او را توان از میان بردن همه چیز من نبود و می دیدم که برخی با آن چه از جان و اندوخته های جان بود بیمار فریاد می زنند: امان از روزی که بیماری به جانت لانه کند. او هرچه از جان است را خواهد برد و می دیدم که چگونه آنچه از مال اندوختند را با خود می برد.
همه آنان را می دیدم و به حالشان افسوس می خوردم، اما آنان مرا به چشم افسونی می دیدند و شاید آرزوها می کردند. نمی دانم، شاید لب به نفرین می گشودند و شاید مرا لعن گفتند. هرچه بود، آنان را احوال سالمی در میان نبود و مرا کینه به دل نماند که این درد آنان را هر بار به چشم می دیدم. او را هم می دیدم. نمی دانم چه درد داشت. نخستین بار که او را دیدم، بی محابا به این سو و آن سو می دوید، در دالان بزرگ بیمارستان به سر و روی خود می کوفت. استیصالش را هر بار به عین می دیدم و نمی دانستم رنجش از چیست. از این کلافگی او به جستجو آمدم و هر بار به او نزدیکتر شدم. نمی دانم چرا او مرا به خود جذب کرد. شاید چون بیشتر از دیگران بالا و پایین می جهید، شاید چون فریاد بیشتری می زد، شاید چون بیشتر در برابرم سبز می شد، و شاید هرچه بود او را همیشه می دیدم. همه جا در برابرم بود و خود را به او نزدیکتر کردم. رفتم تا از درد او با خبر شوم. نخست خیالم آن بود که بیماری لاعلاجی گرفته است، اما به نزدیکی از او دانستم عزیزی به تخت دارد و درد امان او را بریده است. خیال می کنم همسرش بود. آری همسرش بود، شاید هم فرزندش بود. نمی دانم که بود، اما بیشک عشقش بود. عاشقانه دوستش داشت و حال او را به تخت و در درد می دید. باید بال و پرکنده فریاد می زد، باید به این سو و آن سو خود را می کشان و باید برای طلب شفاعتش هرچه در توان داشت را به خرج می داد و او این گونه کرد. خود را به دست طبیبان سپرد. هر بار دیدم که چگونه در برابر آنان خاضعانه سخن می گوید. تنها طالب سلامت عشقش بود. آنان را نگاه می کرد و چون مسیحایی از آنان می خواست شفاعتش کنند. در برابر همه می ایستاد، به همه می گفت تا کسی درمانی برای نازنینش بجوید و همه او را به دورتری فرستادند. من هم به تعقیب او رفتم. مسیحان برای دانستن آنچه درد به نزد او بود نیاز به راه ها داشتند. از این رو بود که او را به دور دستی فرستادند. مستقیم رفت و خود را در برابر باجه‌ای رساند. مردی پشت باجه به او نگاه کرد، کاغذی مچاله را از جیب برون آورد و رو به مرد باجه‌دار گرفت. مرد فرمود 500 اشرفی برای آزمایش خون. مرد دست به جیب برد و شادمانانه از آنچه در این سالیان اندوخته بود به او داد و با خود بلند بلند گفت نازنینم سلامت خواهی شد با آنچه جانم آن را ساخته است. کاغذی به دستش دادند و او رفت و طبیبان او را دریافتند. نازنینش را نیز دریافتند. رخصت درمان رسیده بود. خیال می‌کنم بعد از گرفتن آن 500 اشرفی، مرد باجدار در بلندگوی برابر فریاد زد او حق زندگی را پرداخته است. مسیحان، طبیبان و بزرگان او را دریابید. سرنگ به دستانش رفت. نازنینش را میگویم. من ندیدم، آخر من هیچ وقت موفق به دیدن نازنینش نشدم، اما آنگونه که او گفت و بعدها از او شنیدم دانستم که هر بار سوزنی به دستانش رفته است و بعد از کمی خواندن و گفتنهای طبیبان دوباره او بازگشت و به سوی باجدار آمد. کاغذ مچاله را به دست مرد داد و مرد پس از کمی تأمل گفت 500 اشرفی برای آزمایش تکمیلی. مرد دست به جیب برد و شادمانانه از آن چه در این سالیان اندوخته بود به او داد و با خود بلند بلند گفت نازنینم سلامت خواهی شد با آن چه جانم آن را ساخته است.
کاغذی به دستش دادند و او رفت و طبیبان او را دریافتند. نازنینش را نیز دریافتند. رخصت درمان رسیده بود. خیال می کنم بعد از گرفتن آن 500 اشرفی، مرد باجدا در بلندگوی برابر فریاد زد: او حق زندگی را پرداخته است. مسیحان، طبیبان و بزرگان، او را دریابید. دوباره سرنگ و باز دوباره آمدن به سوی مرد باجدار. من دیگر دانستم او را کجا خواهم یافت. دیگر او را تعقیب نمی کردم. نزدیک باجه ایستادم و هر از چند گاهی آمدن او را به عیان دیدم. هر بار آمد و کاغذ مچاله ای را رو به مرد باجدار گرفت. 500 اشرفی برای سونوگرافی، 400 اشرفی برای رادیولوژی، 1000 اشرفی برای سی تی اسکن، 1000 اشرفی برای آندسکوپی، 800 اشرفی برای تزریقات، 500 اشرفی برای آزمایش ادرار، 600 اشرفی برای آزمایش پروتئین خون، 1000 اشرفی برای... مرد می رفت و دوباره می آمد. هر بار مرد باجدار بعد از اخذ هزینه ها در بلندگو می خواند: او حق زندگی را پرداخته است. مسیحان، طبیبان و بزرگان، او را دریابید. مرد می رفت و دوباره می آمد. او مسیری را به طول این دالان گذر کرد و هر بار برای تشخیص او را به دستگاهی سپردند. آنچه به نزدش از هزینه جانش بود را برای پاسداشت جان نازنینش طلب کردند و او شادمانانه هرچه داشت را پرداخت. و دوباره رخصت رسید. طبیبان، مسیحان و بزرگان، نازنینش را دریافتند. او را با سرنج، گاه با معاینه و گاه با شیعی خارجی دریافتند و هر کدام نظری داد. به عکس ها چشم دوختند، به شکل ها، به اجسام، به کاغذ ها، به بدن و حالات به او چشم دوختند و به نهای تمام دیدن ها هر کس چیزی گفت: او را جراحی کن، با داروهای شیمیایی او را درمان کن، او را با پیوندی که من تشخیص دادم درمان کن، او را به درمان تازه‌ای که در کشورهای بیگانه رایج است درمان کن، او را به نزد مسیحان دورتر از خاک ببر و او را دریاب که زیستنش به دینگونه ممکن است. هر کس چیزی گفت و منهای همه گفته ها همه طالب جرعه ای از جان او بودند. همه جان می طلبیدند و هر کدام به گفتنش چند سال از زندگی او را می خواستند. برای جراحی 15 سال از زمانی که او جانش را در اختیار دیگران فروخته بود لازم بود. برای داروهای شیمیایی 10 سال، برای پیوند 20 سال، برای درمانی تازه 30 سال، برای بردن به خارج از مرزها 50 سال. چند سال کار کرده بود؟ چند سال جانش را به دیگران واگذاشته بود؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال. من نزدیک باجه منتظر او بودم. می دانستم که هر سویی برود دوباره به آنجا باز خواهد گشت. او رفته بود. او پس از آنکه با طبیبان سخن گفت صحر بیمارستان را ترک گفت و بعد از گذشت چندی با دستانی پر باز گشت. دستانش پر بود از جان فروخته شده اش. چند سال فروختن جان مدام به دیگران 1 کیلو کاغذ را به بار آورد. 1 کیلو کاغذ با ارزشی که معادل زندگی نازنینش بود. نه والاتر از آن، نه بی ارزشتر از آن. نمی دانست کدام با ارزش است. تنها دیدم که هرچی از آن کاغذها داشت را روی باجه گذاشت. باجدار به او نگریست. کاغذی نداشت. دیگر فرمانی نبود. مرد به چشمان او نگاه کرد و با صدای بلند گفت: آنچه به طول تمام این سالها از فروش جانم اندوختم را دریابید و نازنینم را به من بازگردانید. این همه اندوخته من است.
مرد باجدار از وقاحت او سرخورده شد. بعد گفت: منظورت چیست؟ مرد مستعصل با نگاهی دردمند گفت: نمیدانم. میخواهید او را عمل کنید، به دارو بسپارید، پیوند زنید و به خارج مرزها بفرستید. من سلامت او را میخواهم. او را نشاندند، برایش آب آوردند. راستی هزینه این آب با کیست؟ ارزش این آب برابر با چند ساعت کار کردن اوست. نمیدانم، اما او را آب دادند. بعد مسیحایی به پیش آمد و او را خواند: امروز جراحیش خواهیم کرد. به باجدار نگاهی انداخت و مرد باجدار با سر به علامت تایید او را همراهی کرد و آرام خواند: رخصت درمان خواهد داشت. مقدار اشرفی ها با هزینه جراحی برای زیستن یکسان است. مرد شادمان شد. نازنینش را جراحی خواهند کرد. او سلامت خواهد بود. او را زندگی دوباره خواهد ماند. و اینگونه بود که صدای بلندی تمام بیمارستان را پر کرد: مسیح موعود، به سوی اتاق جراحی برو، هزینه زیستن پرداخت شده است. بیمار را دریاب و او را شفا بخش. اتاق جراحی آماده بود. آنچه نیاز بود را کردند و بعد از گذشت ساعتی نازنینش بیرون آمد. جراحی بی مشکل پیش رفت و او زنده ماند. بیرون آمد و در کنار تخت معشوقه‌اش را دید. دید که چگونه به چشمان او نگاه دوخته و مدام او را به زیستن می طلبد. اما دوباره قی کرد، دوباره نالید، درد کشید و دوباره نالان شد. مرد بی محابا بیرون دوید، به سوی طبیبان رفت، خود را به پای مسیحا رساند. گفت: سرورم، او باز هم رنج می برد، او دوباره فریاد می کشد. پزشک او را به سوی باجه فرستاد، 500 اشرفی برای آزمایش خون. دوباره رخصت و دوباره دریافتند. دوباره مسیحا فرمان داد و دوباره باجدار 1000 اشرفی برای تشخیص. دوباره دوار گردی و دوباره مرد باجدار 800 اشرفی برای سلامتی، 1000 اشرفی برای دارو، 1200 اشرفی برای معاینه، 800 اشرفی برای معالجه. رخصت خوانده می شد و مرد هر چه داشت را می پرداخت، اما دیگر چیزی برای پرداختن نبود. او آنچه از جانش در طول سالیان داشت را پرداخت و دیگر هیچ اشرفی و دیناری به جیبش نمانده بود. مسیحا فریاد می زد: به سوی مرد باجدار برو. مرد باجدار از دور برایش دست تکان می داد و بلند بلند می گفت: 500 اشرفی، 800 اشرفی، 200 اشرفی، درمان نمی خواهی؟ رخصت سلامت نمی خواهی؟ جان نمی خواهی؟ طبیبان به روی میزها رفته بودند، همه جانی به دست فریاد می زدند: مردم بیایید، جان بخرید، جان سالم تنها 1,000,000 اشرفی. مرد باجدار بازارگرمی می کرد، بلند می گفت: تشخیص تنها 200 اشرفی. مسیحا می گفت: شفایی به نرخ 500,000 اشرفی دارم، کسی آن را نمی خواهد؟ مرد به نازنینش چشم دوخته بود، او را نگاه می کرد. نازنینش سگ بود، گربه بود، زنش بود، شوهرش بود، پدر و مادرش بود، فرزندش بود، نمی دانم، اما عشقش بود. نه فراتر، همجانش بود. او را به درد دید و فریاد زنان به سوی یکی از طبیبان بر روی میزها رفت، در برابرش ایستاد و گفت: سرورم، آیا جان هم می‌خرید؟ طبیب ذره‌ای مکث کرد و آنگاه گفت: آری، چه برای فروختن داری؟ مرد خواند: برده شما خواهم بود، تنها ذره ای از آن جان گرانبها به نازنینم ببخشید، او را دریابید و سلامتش کنید. طبیب با ریشخندی گفت: بردگی تو مرا چه سود؟
آیا از جانت چیزی برای عرضه داری؟ مرد برخاست، به روی میز رفت و فریاد زنان گفت: بشتابید، کلیه دارم، کبد سالمی در بدن من است، چشمانم به روشنی میبیند، گوشهایم سلامت و همه چیز را میشنود، دست و پاهایم هر چه میخواهید بیایید از من ببرید، جان تازه‌ای برای فروختن دارم. همه او را دوره کردند، طبیبان، مسیحان، مرد باجدار، بیماران، همه و همه او را دوره کردند و حال اشرفی دادند. یکی دست برد و کلیش را درآورد. 20,000 اشرفی بر زمین ریخت. طبیبی دست برد و قرنیه چشمانش را بیرون کشید و 50,000 اشرفی به زمین انداخت. با جدار با ولع بسیار تکه تکه بدن او را میکند و به درون یخ میانداخت. میخواست پشت باجه‌اش آنها را آویزان کند، میخواست دست و پا و انگشت و قلب را بیاویزد و همه را با قیمتی که خود خوانده به مشتریهای جان بفروشد. همه چیزی کندند و به کنار او آرام خواندم: مهرت را نیز خواهی فروخت؟ مرد در حالی که جانی در بدن نداشت و تکه تکه بدنش را برده بودند چیزی نگفت و چشمانش را بست و آرام در کنار نازنینش خفت.